آتش بیار معرکه. این اصطلاح برای کسی به کار می رود که در دعوای بین دو یا چند نفر مشارکت ندارد، اما دعوا را شدیدتر می کند و سعی می کند اختلاف بین دو طرف دعوا را بیشتر کند. به چنین شخصی می گویند آتش بیار معرکه. داستان ضرب المثل. دو ساز ضرب و دف از چوب و پوست تشکیل شدند. پوست این دو ساز در فصل بهار و تابستان خشک و منقبض و در فصل پاییز و زمستان مرطوب و منبسط می‌گردد. در فصل بهار و تابستان لازم است که این پوست هر چند ساعت یک بار مرطوب و تازه گردد تا صدای آن تغییر نکند. این وظیفه بر عهده شخصی به نام دایره نمکن بود. او ظرف آبی جلوی خود قرار می‌داد و ضرب و دف را مرطوب می‌کرد و تازه نگاه می‌داشت. در پاییز و زمستان همین شخص آتش بیار نامیده می‌شد. او پوست‌های مرطوب شده را روی منقل آتش می‌گرفت و با حرارت دادن خشک می‌کرد. در گذشته مردم ساز و موسیقی را گناه می‌دانستند و معتقد بودند گناه اصلی را همین آتش بیار می کند، چون اگر او ساز را آماده نکند آنها نمی توانند بنوازند.